آقا یکی بیا تیر خورده این بچه. اه آقا تیر خورده برادر من، بیا نگاه کن تیر خورده. خب هیچ کس نیست اینجا. خواهر و مادر من رو نمیدونم، دم خونه بودن، میخواستم برم بیرون. به عنوان گروگان گرفتنشون توی خونه، مثل اینکه مشکل پیش اومد، اینا رو به عنوان گروگان گرفتنشون. و خواهر من هم گلوله خورده و مادر من هم که دیگه اورژانسشونه. الان نه پلیسی هست، نه این پلیسی. یه دونه پلیس اونجا اومده. هیچ آقا چی شده دقیقا؟ شما به عنوان پلیس با من بگی چی شده عزیز من. یه تعقیب گریزی اونو بردار. نه بر نمیدارم. خب بگو شما توضیح من بده. پلیسا که دنبالشون راه میافتن، پلیس یعنی چند تا موتوری و یه دونه سمن طبق روایت خود کلانتری مامورینش، گلوله باران میشه اونجا. خود پلیسا به ما میگن که ماشین ما تیر خورده و خودش میگن که ماشین خواهر منم گلوله باران شده. طبق روایت من ندیدم ماشین رو هنوز، و این از سمت پهلوی راستش تیر خورده. من گیجم واقعا و حواسم نیست، اگر دارم میگم نمیدونم درست دارم میگم یا نه، ولی در سمت راست بوده. پس امکان نداره که کار سارق بوده باشه. طبق بازم دایرکتی که برام اومده، یکی از نیروهای موتوری پلیس این کار کرد. گلوله باید مشخص بشه گلوله سازمانی بوده یا نه، از چه اسلحه شلیک شده، با چه قدرتی شلیک شده، از چه فاصله شلیک شده. کارشناسا باید کامل نظر بدن. البته ان شاء الله که با زمان خوردن و اینجور چیزها به تعویق نیفته. عرض میکنم، بازم تاکید میکنم، من آدم سیاسی نیستم و هیچ نظر سیاسی دوگ مخاصی ندارم، اما ماجرای خواهر من یک خطای انسانی بوده که چون ذهنیت خطای انسانی بزرگ رو داریم، چون خواهر من جلوی اون همه آدم اونقدر وزنی نداره، ولی من ترسیدم از این که این اتفاق برای هممون بیفته. نمیدونیم علتش چیه. آروم من نمیدونم علتش چیه. آقای پلیس هم اینجا اومدن، فقط دارن نگاه میکنن، هیچ کار خاصی نمیکنن. نه پرستار، الان من خودم دارم هول میدم. نه پرستار اینجا هست، نه پلیسی، نه هیچی.